نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند جام و خداوند نام خداوند روزیده رهنمای عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم به درس زبان و ادبیات دری دو خوش آمدید رسیدیم در ده ایستگاه دهم از درس زیبای ادبیات دری درس امروز ما دوستان در دو بخش است در بخش اول در حوزه ساحاتی که مرتبط با ماین ها و مهمات منفجر نشده است برای شما دوستان توضیحاتی ارائه خواهیم داد و در بخش دوم به مانند اقسام جلسات قبل در حوزه دستور زبان می خواهیم یک جمله را تحت عنوان جمله تفسیری را برایتان توضیح دهیم دوستان عزیز و گرامی راه های ارتباطی ما را فراموش نکنید دوسف 964 داد. 255 سیزه سامانه ارتباطی ما با شما خوبان و نیکان پارسیگوی است حتما حتما ارتباط بگیرید نظر پیشنهادات انتقادتان رو برای ما روان سازید و ما را با این کار خوشحال سازید خب خوبان دری زبان در بخش اول برای شما یک کار خانگی در جلسه قبل داده بودیم حال میخواییم برای شما حل کنیم خب کار خانگی چی بود؟ برای جمله تمنایی دو مثال بزنید جمله تمنایی جمله تمنایی چی بود دوستان؟ جمله تمنایی به او جمله گفته می شد که در حوزه ادبیات دری بخواهید یک تمنا یک خواسته یک آرزو را بیان کنید هر زمانی که جمله شما دارای معنای آرزو و خواسته و تمنا بود می گفتیم چی دو سال جمله تمنایی حال میخوایم برای شما دو مثال بزنیم در حوزه این نوع جمله میگوییم ابتدا یک جمله ای که برای شما شاگردای عزیز حتما حتما خواستنی است دوست دارید که در واقع او را بشنوید میگویید چی میگویید ای کاش ای کاش در امتحان فردا کامیاب شود یا دوستان ای کاش در امتحان فردا کامیاب شود این یک خواسته است که هر دانش آموز هر شاگرد به دنبال اوست که به این خواسته مطلوب خش برسد برای ما معلم برای همه معلمان عزیزی که در سرتاسر افغانستان ما برای شما عزیزان خدمت گذاری میکنند ای خواسته و ای آرزو و ای تمنا را از خداوند تبارک و تعالی خواست دارد نگاه کنید دوستان در حوزه نصب بود برای شما یک مثال آوردیم که جمله تمنایی بود حال اگر در حوزه شعر یا در حوزه نظم بخوایم یک مثال بیاریم یک بیت شعر از شاعر قرن پنجم خیام نشابوری براتان بیان میکنیم چه میگفتن اشان؟ اشان میگفتن ای کاش جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی نگاه کن شاید عزیز ای کاش جای آرمیدن بودی یا آن ره دور را یا این ره دور را رسیدن بودی نگاه کنید شاید عزیز ای کاش وقتی می آوریم یعنی جمله ما جمله چیست؟ جمله است. نشانه اصلی شاکله اصلی شاخصه اصلی جمله است که با ای کاش شروع می شود دوستان با ای کاش ای کاش جای آرمیدن بودی ای کاش ای کاش که یک مکانی، یک فضایی، یک موقعیتی، یک ساحه یک جایی بود که ما در او لحظه ای استراحت نکردیم این جمله جمله تمنایی است ای کاش در امتحان فردا کامیاب شوم ای کاش که در امتحان فردا نمره قبولی بگیرم نگاه دوستان و از جمله تمنایی همیشه چرا بیان میکرد؟ بیان کننده چی بود؟ آرزو تمنا و خواسته یک فرد حال نشانه ای داشت شاخصه ای داشت،, داشت که شاخصه جمله تمنایی است که در ابتدای جمله ما همیشه ایکاش را میبینیم <مازم> <مازم> خب شاگردای عزیز و گرامی وارد درس نو و تازه خود شویم اما تا که در ابتدای درس برایتان دوستان گفتیم درس امروز ما در مورد چیست در مورد او ساحاتی است که در کشور عزیزمان افغانستان هنوز پاک نشده تمیز نشده از ماینها و مهمات منفجر نشده ای که در او قرار دارد. حال میخوایم یک سری مطالب دستورالعمل ها و توضیحات و تعریفاتی در مورد این قسم برایتان بیان بکنیم بگویید که بر اثر جنگ های طولانی در افغانستان انواع سلاح و مهمات پراکنده شده است متاسفانه متاسفانه کشور عزیزمان افغانستان همواره مورد جنگ های طولانی مدت قرار داشته اما تا که میبینید نزدیک در پنجاه سال است که کشور ما درگیر جنگ های داخلی است و متاسفانه جنگ ها هنوز که هنوز است شعلهش در واقع خاموش نشده نگاه کنید دوستان همین جنگ های طولانی مدت باعث می شود که یک سری ماین ها یک سری مهمات منفجر نشده در جاهای مختلف در ساحات مختلف در مناطق مختلف پراکنده شود و به عنوان یکی از سلاح های بسیار بسیار خطرناک به شمار می روید. که هر آن برای ما می تواند در واقع آسیب باشه ماین ما ها و مهمات منفجر نشده از جمله این موارد است دوستان انواع سلاح هایی که ممکن است باشد راکت ها باشد ماین ما ها باشد چیزهای دیگر باشد به طور که اگر نگاه میکنیم در کل دنیا دوستان نزدیک 120 تا 140 میلیون نگاه کنید دوستان عدد رو ببینید 120 تا چهل میلیون ماین و مهمات منفجر نشده موجود است که در واقع حیات انسانها را در مخاطره میداند و میبیند دوستان این را نگاه کنید خیلی مهم است که هنوز این سلاح ها و این مناطق از این مهمات از این سلاح ها پاک نشده در کشور عزیز افغانستان متاسفانه آمار دقیقی در این مورد موجود نیست ولی در آمار جهانی میتوانیم بگویم که کشور ما در کنار کشور مصر از جمله کشورهایی که هنوز که هنوز است در این زمینه در واقع پیشگام است و سلاحات و مهمات منفجر نشده بسیاری در کشور ما موجود است خب میگویم ماین ها در زیر زمین و مهمات منفجر نشده بر روی زمین قرار دارد پس یک نقطه تفاوت تفاوت ماین ما ها با مهمات منفجر نشده مانند راکت چیز این که ما ماین ما ها رو وقتی نگاه میکنیم که ما اینم میگویم دوستان ما اینم میگویم فرق نمیکنه که وقتی ما میبینیم این سلاح در زیر زمین قرار دارد نه بالای زمین در زیر زمین قرار دارد و دیده نمیشه و بسیار خطرناک است در حالی که مهمات منفجر نشده مانند راکت ممکن است بر روی زمین قرار داشته باشد و وقتی ما میبینیم احساس خطر میکنیم سعی میکنیم از اون منطقه فاصله بگیریم تشخیص ماین ما ها دشوار است چرا چون گفتیم که در زیر زمین قرار دارد ولی مهمات منفجر نشده آسان است چرا چون بالای زمین قرار دارد ما می توانیم را با چشم مسلح با چشم بسر ببینیم و از اون منطقه فاصله بگیریم خب آلی یک سری نکاتی که دوستان تحت عنوان نکات ایمنی است که وقتی که ما ماین ها رو میبینیم مهمات منفجر نشده رو میبینیم باید رعایت کنیم چرا؟ چون رعایت او موجب بقای ما میشد اگر رعایت نکنیم خدایی نکرده خدایی نکرده ممکن است با مخاطره بسیار بسیار شدید روبرو شویم حالا میخواییم در واقع در مورد این نکات ایمینی دوستان برایتان توضیح دهیم نکته اولی است که به اشیای ناشناخته دست نزنید چون گفتیم دوستان نقاط مختلف صاحات مختلف در کشور عزیزمان افغانستان قرار دارد که هنوز پاک نشده چه بالای زمین چه زیر زمین مهماتی باشد ماینهایی باشد که موجود باشد و بسیار بسیار برای ما خطرناک است ما متاسفانه در کشورمان هنوز که هنوز است مردم آگاهی کامل در زمینه مواجهه و روبرو شدن با این مواد با این سلاح ها را ندیدند و همین باعث در واقع چی میشود این میشود که آمار بسیار بالایی در زمینه چی باشد در زمینه در واقع کشته شدن و در واقع از دست رفتن مردم بسیار در نقاط کشور عزیز ما افغانستان بر اثر این مواد و مهمات باشیم بس یکی نگاه کنیم به اشیایی که ناشناخته است اشیایی که نمیشناسیم نمیدانیم که این در واقع سلاح است راکد است ماین است چی هست برای ما شناخته نشده پس از این اشیا دوری کنیم چرا چون ما اینها دوستان در یک محفظه های قرار دارد که محفظه ها میزاند جنسش مختلف باشه یا جنسش ممکن چوبی باشد یا ممکن است فلزی باشد یا ممکن است پلاستیکی باشد دوستان از اجناس مختلفی در ساختن این ماین ها استفاده می شود که برخی وقتا کودکان متاسفانه ممکن است نزیشد شد و خیال خود فکر میکنه که او اصاب بازی است به سمت او برود و با دست گذاشتن بر روی اون ماین ها باعث منفجر شدن او شود دوم که سیم های ناشناخته را نکشیم یا قطع نکنیم نگاه کنید یکی از نشانه های معین ها یا ماین ها دوستان است که ما این مینها ها رو وقتی میبینیم دارای سیم است سعی کنیم این سیم ها رو دست نزنیم نکشیم قطع نکنیم قطع کردن دست کشیدن باعث منفجر شدن این مین ها میشه از انداختن سنگ و شیع دیگر به طرف آنها خودداری کنیم خیلی وقتا کودکان مشغول بازی کردن سنگ بازی پرتاب سنگ به سمت همدیگر دیگر هستن. در یک ساحه قرار می که اطرافش همه معین گذاریش همه مهمات منفجر نشده قرار دارد وقتی که سنگ برخورد میکنه بر روی یک از این معین ها بر روی یک راکتی که در واقع هنوز عمل نکرده باعث عمل کردن و باعث چی می شود؟ باعث منفجر شدن او سلاح می شود. و یک آثار بسیار بسیار مخرب میتواند هم برای او کودکان هم برای مردمی که در اطراف او ساحل زندگی میکنند داشته باشد خب شاگردای عزیز مناطق خطرناک حالی که مناطقی که میتواند در حوزه این مهمات منفجر نشده این معین ها برای ما خطرناک باشد را برای شما در تصویر برمی اول راه ها ها و سرکهایی است که هنوز استفاده نشده خیلی از این سرک ها خیلی از این مناطق مناطقی هستند که متاسفانه چون مین گذاری زیاد بوده خیلی از در واقع ماشین موترها، باسیکرانها از این مسیر از این مسیر تردد نمی کند و این مسیر مسیرهای خطرناک هستند سعی کنیم از این مسیرها از این موقعیت ها، از این مکان‌ها دوستان فاصله بگیریم ساحات دور دادن وسایل نقلیه و موترها گاهی ممکن است موترها در حال دور زدن باشد یک سرک را یک جاده را که ممکن است جاده خامه باشد ممکن است جامعه آسفالت باشد حالا او جاده که بتان آسفالت باشد خامه باشد این موترها در حال دور زدن باشد در اطرافش ممکن است مین گذاری شده باشد ممکن است یک راکت باشد ممکن است یک سلاحی منفجر شده قرار داشته باشد وقتی دور میزند ممکن است که این لاستیک در اون مین خواه اصابت کند و باعث منفجر شدن اون منطقه شود کنار،, کنار, و داخل پلچک ها دوستان معبر و لبه پل ها لبه ها نیز یکی از مناطق ممکن است منگذاری باشد که باید خیلی خیلی دوستان تاکید میکنم خیلی خیلی وقتی میخواد از کنار این مناطق پلچک ها از کنار این پل ها از زیر از این پل ها میخواید رد شوید گذر کنید عبور کنید باید تمام حواستان باشد تل امکان توصیه میشود که از این مناطق فاصله بگیرید کنار و داخل ویرانه ها و مخروبه ها مخروبه ها معمولا مکان های اصابت راکت ها هستند. راکت ها که در یک منطقه اصابت میکنند باعث میشد که منطقه ویران شود مخروبه شود ممکن است در یک مخروبه چهار راکت اصابت کند سه راکت عمل کند یک راکت عمل نکند او سه راکت که عمل کرده اثرش رو میگذارد او یک راکتی که عمل نکرده وقتی که بچه ها کسانی که در واقع میان اطراف او مخروب و بازی می با سنگ زدن با دست زدن بر روی او راکت موجب عمل کردن او راکت شود اطراف داخل چاه و دیگر منابع آبی خیلی وقتا راکت ها هستند که وارد آب می شود و باعث عمل نکردن می شود وقتی که چیزی در داخل او چاه می اندازید دلوی می چیزی می و می آب را بالا بکشید باعث عمل کردن او راکت میشود. اطراف پسته های امنیتی یکی از مناطقی که عمده تمرکز مهمات هستند چیز دوستان مناطق نظامی است علل خاصه پسته های امنیتی است که مورد حسابت موشک ها راکت ها و خیلی چیز های دیگر می شود وقتی یک نارنجه که ممکن است به سمت پرتاب شود عمل نکند و پسته امنیتی شما می روید نزدیک می شود و اون منطقه یک منطقه خطرناک برای شما به شمار می رود فرو رفتگی های زمین نزیک از مناطق و یکی از ساحتاتی است که در این حوزه میتواند مهم باشد. خب دوستان وارد بخش دوم شویم قواعد دستوری در حوزه قواعد دستوری میرسیم به یک نوع جمله خاص تحت عنوان جمله تفسیری در جلسه قبل در مورد جمله تمنایی برای شما توضیح دادیم گفتیم که جمله تمنایی بیان کننده آرزوست خواسته است خواهش است که یک تمنایی را از کسی درخواست میکند نشانه خاصی دارد جمله تمنایی که گفتیم با ایکاش شروع میگردد حال جمله تفسیری رو میخوایم با هم بررسی کنیم جمله تفسیری در تعریفش این گونه آمده است جمله است که کلمه را تفسیر کند و درباره آن توضیح دهد پس هر زمانی شما دوستان در داخل یک جمله کلمه داشتید در داخل یک جمله کلمه داشتید که اون نیاز به تفسیر داشت نیاز به توضیح داشت این توضیح جمله بعد در واقع میشه تفسیر جمله قبل و جمله جدید را میگویم جمله چی دوستان؟ جمله تفسیری مثال میزنیم مثال ما چیست؟ میگوییم درس ما درسی که امروز خواهیم دوستان درس ما درباره ماین است چی دوستان درس ما درباره ماین هست درباره ماین هست نگاه کنید دوستان ای یک عبارتی است که توضیح میده چرا توضیح داد در واقع کلمه قبل کلمه قبل چی بوده درس ما میگویم درس ما چیه درباره ماین درباره من چی میخوایم بگوییم می درس ما رو میخواد توضیح داد پس نگاه کنید دوستان کل این جمله میشه یک جمله تفسیری چرا جمله تفسیری چون در قسمت دوم جمله بخش آمده است که میخواهد کلمه اول میخواهد بخش اول جمله ما را تفسیر کند و توضیح دهد خب یک مثال دیگر بیان کنیم مثال دیگر چه میگوید مثال دیگر میگوید خواستن توانستن است نگاه کنید توانستن هست یک عبارتی است یک عبارتی است که میخواهد خواستن را چیکار کنه دوستان توضیح دهد ده توضیح کلمه قبل خود خواستن توانستن است پس نگاه کنید دوستان این تفسیر چی میشه تفسیر خواستن و مثال آخر دوستان میگوییم مشکل من کمی حافظه است نگاه کنید خیلی جالب میگوید کمی حافظه یک توضیح است که در مورد چی آمده؟ در مورد مشکل من بیان شده است که می شود یک جمله تفسیری با بیان جدید در مورد عبارت اول یا در مورد کلمه اول ما خب شایده عزیز در بخش آخر درس امروز می رسیم کار خانگی جلسه آینده شما خب جمله تفسیری رو دوستان برایتان توضیح دادیم گفتیم جمله تفسیری این گونه است حال از شما میخواهیم که در کتاب یادداشت کنید این عبارت را چرا برای جمله تفسیری دو مثال شما بنویسید دو مثال را ذکر کنید خب جمله تفسیری بیان شد سه مورد ما برای شما سه مثال ذکر کردیم حالا شما میخواهیم که برای جلسه آینده شما دو مورد برای ما مثال بیاورید خوب شاگردای عزیز عزیزان دلبن پایان جلسه امروز رسیدیم که در مورد ساخات ساخاتی که معینها و مهمات منفجر نشده در او قرار داشت نکات امینی مکانها و قرار دادن این مهمات را برای شما توضیح دادیم پیشنهادات را ارائه کردیم در قسمت دستور زبان با جمله تفسیری آشنا شدیم و در نیز یک کارخانگی برای شما دادیم عزیزان قند برای ای که با ما ارتباط بگیرید کانال ارتباطی ما باز هم بیان می شود. همانطور که دوستان برای شما زیرنویس می کند، ما هم به زبان گویا شویم 2964 و, 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 و پنج چهل سیزه است که می توانید با پیشنهادات خود مرا و همکارای مرا خوشنو سازید خسته نباشید ماندن نباشید تا جلسه دیگر دوستان خداوندیارو